مگه اینجا بیام اون فولدری که دیویدیم توش بود و محتویاتش باز بکنم شما میبینید که من توی فولدر بک هم یه پی ای آر یا پر یا همون پارامترز اضافه شده بعد از این که البته این فولدرها ایمپورت کردم توی دیویدی استودیو پرو توی فولدر منیوم هی هیچ هیچ اتفاقی نیفتاده توی فولدر موویز یه فولدر امپگ اضافه شده تو لنگویجزش باز یه فولدر امپگ اضافه شده توی فوتوز فوتو آدیوم بازی فولدر امپک اضافه شده و شما همونطور که تونستید حدس بزنید هر چیزی که نیاز به تبدیل داشته و تمام اون چیزهایی که تو دیویدی استودیو پرو دیدیم چراغ زرد داشت نیاز به تبدیل داشت اینجا یه فولدر امپک کنارش اضافه شده اما این فایل ام 2 v یا همون امپک تو ویدیو و همین ac3 ما هیچ اتفاق خاصی براشون نیفتاده فقط یه پارامتر اضافه شده این پایین برای اینکه ما این فیلم رو تبدیل بکنیم به فرمت MPEG 2 تو میتونیم از نرم افزار کامپرسور استفاده بکنیم برای این کار من میام توی فولدر اپلیکیشنز هم کاما شیفت ای یا گو اپلیکیشنز و کامپرسور کامپرسور با دیویدی سیو پرو سینم با Fanakat پرو یا هر کدوم از سینما تولز یا هر کدوم دی... از دی... پ... نرم افزارهای دیگه Fanakat رو بخواید نصب بکنید به صورت اجباری نصب میشه و حتما همراه این نرم افزارها هست. خب من اینجا الان میام توی این فولدر موویز و این فایل مووی رو حالا میخوام تبدیل بکنم به امپکتو. این رو درگش میکنم توی این محوطه که شما میبینید. شما چند تا فایل رو هم میتونید با هم درگ بکنید و هیچ مشکلی نداره. خب من میام توی قسمت لنگویجز و حالا این ستا رو هم میخوام فرضا تبدیل بکنم این ستا رو با هم درگ میکنم و حالا چجوری میشه اینا رو تبدیل کرد شما میانید توی ویندو سیتینگ و احتمالا چیزی که میبینید یه همچین شکلی داره شما فولدر اپل رو باز بکنید و فولدر دیویدی رو باز بکنید اینجا شما یه سری تنظیمات دارید اگر بخواید سریعتر تبدیل بکنید فایلتون رو یا بخواید کیفیت بهتری داشته باشه بست کوالیتی قاعدتا کیفیت بهتری داره فست انکودینگ سرعت بیشتری داره من تا به حال از فست انکودینگ استفاده نکردم از اونجایی که کیفیت بر من خیلی مهمتر از اون یک ساعتیه که توی پروسه تبدیل تلف میشه هیچ وقت من از این استفاده نمی کنم. شاید برای شما زمانی که میخواد مشتریتون فقط یه چیزی رو ببینه صرفا و حالا وقتتون الان خیلی کم هست شاید کاربرد داشته باشه من خوش تا بال استفاده نکردم راستش بخوام خب اینجا دی وی کوالیتی همونطور که شما می‌بینید ما یه بیس کوالیتی 90 دقیقه‌ای داریم یه 120 دقیقه‌ای یه 150 دقیقه‌ای هر چقدر زمان بالاتر میره کیفیت پایین‌تر میاد یعنی اگر شما بخواید 90 دقیقه تصویر روی دیویدی بریزید با کیفیت بالاتری میتونید تصویر رو انکد بکنید تا بخواید 150 دقیقه بریزید خب من اینجا همین 90 دقیقه رو باز میکنم شما همونطور که اینجا میبینین دالبی دیجیتال پروفشنال دو هست و امپکتو. 2 این دالبی دیجیتال پروفشنال دو فقط برای صداست و امپکتو 2 تصویره من فایل های صوتی که اینجا دارم حالا اگه انتخابم نشده باشن با شیفت انتخاب میکنم این دالبی دیجیتال پروفشنال رو درگ میکنم روشون حالا من اگه بخوام میتونم هر ستای این تنظیمات رو انتخاب بکنم یه نکته که شما در نظر داشته باشین اگه خود اینجا کلیک بکنین خود فایلتون انتخاب میشه به طور مثال اگه بخواین دو تا خروجی و دو تا تبدیل در آن واحد ازش بگیریم مثلا یه دونه رو من برای امپک وان بخوام بگیرم میبینی شما همونطور که اینجا نوشته همونطور که از... اضافه میکنه بهش ولی اگر خود اینها رو انتخاب بکنید تنظیمات تبدیل شما انتخاب میشه شما اینسپکتور رو برای تغییر اونها میتونید بزنید البته برای تغییر شما تک تک روشون کلیک بکنم و حالا من مثلا اینجا میام چکش بکنم ببینم چه جوریه وضعیتش استریو اگر پنجایی که بخواد کار بکنید بعد بذارید روی این یکی فرمت AC3 درسته شما قاعدتا بعد دال بی دیجیتال پروفشنال رو از اینجا انتخاب بکنید برای صدا 48 کیلو هرتز در 92 دو مناسب بر من کامپلیت و بیت استریمش دال بیستورانت من نمیخوام چیزی داشته باشه فعلا کپی رایت و کانتنت ایز این کپی رایت اگزیست و کانتنت ایز اوریجینال فقط برای زمانی که این میخواد یه جای خارج از ایران دوپلیکیت بشه زمانی که شما داخل ایران میخواید کار بکنید اصلا این دوتا بودن یا نبودنشون هیچ تفاوتی نداره چون چیزی به فایل اضافه یا کم نمیکنه پری میاد برای شما تعیین میکنه که چه این فایل رو کمپرس بکنه با چه استانداردی اگر شما مثلا کلا 3 4 دقیقه کار دارین و میخواین خیلی کیفیتش بالا باشه و هیچ چیزی از دست ندین روی نان بذارین ولی اگر کار سینمایی روی فیلم استاندارد بذارین اگر لایت کمپرسشن رو انتخاب بکنید کمتر کمپرس میکنه ولی حجمش بیشتره میوزیک استاندارد عینا عین همین توضیحات هست برای موسیقی مثلا شما اگر استاندارد رو انتخاب بکنید کمتر موسیقی رو کمپرس میکنه با استاندارد موسیقی و لایت کمتر کمپرسش میکنه اسپیچ برای زمانی که فقط دیالوگ شما دارید و فقط حرفه این دوتای دیگه که دی سی فیلتر و لوپس فیلتر هست رو این رو با, با میکس صداتون هماهنگ هم هم بکنید اگر کسی که صداتون رو میکس کرده خودش درست فایل لوپس رو انجام داده نیازی این رو فعال بکنید اگر نکرده میتونید شما اینجا انجام دی دیسی فیلتر رو بیشتر موقع بهتر روشن بذارید خب حالا من امکان داره بگم که الان یه تنظیمات جدیدی من انجام دادم که مال خودمه و میخوام خودم استفاده کنم و همیشه هم همین تنظیمات رو میخوام استفاده کنم و دیگه این همم هم تغییر ندم اجازه بدید من اینها رو هم نگاه بکنم اگر چیزی باشه که اینجا بخوایم ببینیم مثلا توی آدیو چیز خاصی نداره که بخوام من تغییر بدم و حالا نه چیز خاصی نیست من سه رو میزنم اسمش رو میذارم امیر دی وی دی آدیو سیو رو میزنم من میتونم حالا هر ستای این تنظیمات رو پاک بکنم راستش بخواین از اولش هم نیاز نبود اینها رو همه رو به هم بهشون نسبت بدم فقط برای اینکه شما ببینید چطوری خواستم این کار بکنم شما همونطور که اینجا میبینید امیر دی آدیو توی یه لیست کاستوم ما هست چیزایی که شما خودتون سیو میکنید توی یه لیست کاستوم میاد من این ستاره انتخاب میکنم این امیر دی آدیو رو نسبت بهشون میدم البته قبلا من یه چیزی اینجا امیر ای سی 3 داشتم که همونه تقریبا و برای تصویرم باز ما همین کارو میتونیم بکنیم دی امپگ uh, 90 دقیقه ای و من اینو بهش نسبت میدم دوبل کلیک روش میکنم اگر بخوام تنظیمات پال رو به NTSC تبدیل بکنم این رو باید بزنم و مثلا بگم NTSC حالا دیگه پال نیست و فریم ریتش رو تعیین بکنم من چون نمیخوام تغییر بدم همون چیزهایی که هست رو میذارم باشه یا مثلا فیلدش رو اگه بخواید عوض بکنید کوالیتی این خیلی این قسمت مهمه uh, البته این استریمینگ یوزج هم شما رو بلوری یا دی اچ دی میتونید انتخاب کنید جنریک یا استی برای دی وی دی بهترین قاعدتان. موشن استیمیشن رو من معمولا روی بیست میذارم یعنی معمولا که همیشه روی بیست میذارم اوریج بیت ریت 6 دهم ده و ماکسیمم بیت ریت 7 و نیم رو من معمولا انتخاب میکنم یا 7.2 و دیگه بستگی به uh, اون کیفیتی داره که شما میخواین نکته خیلی مهمی که اینجا هست uh, خواهشن شما این اسلایدر رو تا ته نبرین بالا 9 مگابیت مثلا بکنینش کیفیت تصویر تفاوت بین مثلا 9 و 7 چیز آنچنانی نیست اما تفاوتش توی اینه که 8 اگر کم، کمتر از 8 باشه بیت ریت شما تقریبا تمام دیویدی پلیر هایی که تو ایران موجودن میتونن بخونن اما اگر رو 9 بذارین خیلی هاشون دیگه نمیتونن بخونن و فقط شما یه حجم خیلی زیادی رو هدر دادین عملا کیفیت رو بالا نبردین زیر هشت معمولا کیفیت و استاندارد خوبیه حالا ما اینجا همون هفت رو انتخاب کنیم و اینجا همون توپس وی بی آر بست وریبل و بست جی او پی نیاز نیست شما دست تغییری توش ایجاد بکنید اکستراس هم شما میتونید اینجا اد دیوید استوی پرود متا دیتا رو اضافه بکنید یا نکنید اگر اینجا اطلاعات جانبی میخوایم به فایلتون اضافه بکنین این رو تیک بزنین اگر نه نیازی نیست خب حالا همین تنظیمات هم ممکنه بخوام برای آینده استفاده بکنم یه نکته خیلی غیر عرفی که اینجا وجود داره و منظورم از غیر عرف این نیست که حالا خیلی عجیب غریبه منظورم اینه که شما جای دیگه میتونین از این استفاده بکنین و کارهای دیگه باش بکنین اینی که خیلی از دوستان ازم پرسیدن من چی کار میتونم بکنم که فایلم دو تیکه نشه یعنی همونطور که شما اینجا تو بک استیج میبینین من یه دونه ac 3 یه دونه M2V نداشته باشم یه فایل باشه کلا یه ام باشه شما توی اکستراس مولتیپلکس ام رو میزنید و اینجا پروگرسیو رو پروگرام استریم رو انتخاب میکنید دیگه براتون یه فایل درست میکنه که صدا تصویر با هم یکی هست دو تا فایل نیست این هم یه نکته بود که گفتم شاید جالب باشه برای بعضی از دوستان بدونن دوباره من میزنم روی همون SD سیو از میزنم امیر دی دی دی, دی این نفه ویدیو و سیو حالا چون خود این فایل بهش نسبت داده شده مشکلی نیست اگه من بخوام چندین فایل دیگه هم نسبت بدم اونها رو وارد میکنم و امیر دیویدی ویدیو رو روشون درگ میکنم شما میتونید چند تا خروجی هم در آن واحد توی کامپرسور بگیرید و اون مثلا من بیام اینجا از این کمپرس از این تنظیمات دیگه که دارم بهش نسبت بدم فرضاً بخوام همین رو برای وب هم تبدیل بکنم میتونم این کار رو انجام بدم برای آیپاد بخوام تبدیل بکنم برای آیفون بخوام تبدیل بکنم اپل تی و حالا یا الاخر. خب که اونها از درس ما خارجه من فکر کنم رو همین قضیه دیویدی بیشتر تمرکز بکنیم بهتر باشه خب من میام اینجا کارم تموم شده مطمئنم همین چیزهایی هست که خودم میخوام برای تبدیل اینها شما ساب میت رو باید بزنید ساب میت رو یه بار دیگه میزنید و هیچ اتفاقی نمیفته چرا؟ در واقع یه اتفاق خیلی مهمی داره میفته اینها دارن تبدیل میشن ما نمیبینیم علتش هم اینه که بچ مونیتورمون رو نداریم میخواید ببینید چه اتفاقاتی میفته شما میتونید بچ مونیتور رو بزنید بیاید دیسک کامپیوتر رو انتخاب بکنید این تاسک رو باز بکنید و اینجا میتونید ببینید که با چه سرعتی و با چه شرایطی دارن فایل ها تبدیل میشن همونطور که شما اینجا میبینید این فایل ها دارن کم کم پر میشن سرعت کامپرسور برای تبدیل فایل های معمولی به امپیک حالا یا به همدیگه از سرعت فانال کات و دیویدیو ویدیو سوی پرو خیلی بیشتره اگر شما سرعت بالایی نیاز دارین حتما من بهتون توصیه میکنم از کامپرسور رو استفاده بکنید مخصوصا اگر دستگاهتون 8 کوره اگر 8 تا سی پی داره من اینجا دستگاهم یه جی 5 که فقط دوتا تا سی پی داره اگر بتونیم با هم ببینیم اینجا تو اکتیویتی مانیتور شما همونطور که می‌بینید من دو تا سی پی دارم و تا ته اینا الان دارن استفاده میشه ازشون معمولا شما توی فانال کات یا توی دی وی دی دیو پرو یه خورده هدر رفتن سی پی اینجاها داریم معمولا تا ته پر نمیشه اگه من توی درس قبل اینقدر تاکید کردم روی استفاده کردن از کامپرسور علتش همینه یه نکته خیلی جالب دیگه هم کامپرسور داره که میتونه رندر شبکه بکنه خب اون قضیه کاملا از بحث ما و درس ما خارجه ولی شما اگر یهو 50 تا فایل رو بخواید تبدیل بکنین مسلما وجود 10 تا دستگاهی که با هم دارن رندر میکنن خیلی میتونه براتون مزیت بزرگی باشه ضمن اینکه همونطور که گفتم سرعت تبدیل خود کامپرسور هم خیلی بالاست شما همونطور که میبینید داره این فایل رو الان با یه تبدیل با یه سرعت خیلی معقولی تبدیل میکنه به یه فایل m2v خب من درس رو همینجا تمام می کنم چون ممکنه مقدار زمان بر باشه توی درس بعدی تبدیل شده این فایل ها رو با هم می بینیم و درسمون رو ادامه می دیم توی دی سی پرو